ماجرای قوم موسا خیلی ساده تر از ما بود. قوم موسا سرگردانیش فیزیکی بود، امامش دیدنی بود، ارزش زمینی. اون چیزی که میخواست بگیره ارز بود، زمینی بود جلو چشم. آزمون شکم بود، گرسنگی فیزیکی بود نه گرسنگی فرهنگی. تا گشنه شد گفت اینه من نوستن با اینه موسا، که موسا جلو چشمون بود. اینه عرض موعود، کو عرض موعود؟ تو زیاد، حالا ببینه تو چی میگی؟ تو دایین و دوه دیاد ندادم بگی؟ اینه بقیه تو خدا، اینه الحسن و اینه الحسین. ما اینه ها رو داره یاد میگه، میگه بدبخت بفهم نداری، بیچاره بفهم نداری، قوم موسی فهمید نداره، عذاب او کمتر بود از ما چون فهمید نداره. من تو نمیفهم، باید باقی زمان نیست مگه چشه؟ درد نمو که دارم میخونم، دانشگاه هم که قبول میشم، زن و بچه هم میگیرم، یه شغل خوبم پیدا میکنم فلانجا. بود و نبودش چه فرقی میکنه؟ نمیفهمی نداری، در بدترین عذاب الهی ما داریم به سر میبریم. 1170 سال گذشت یا یه قومی قاطی کردن و بودن گفتن ما حکومت ولی معصوم میخواییم. کیا؟ ایرانی؟ هر کی حکومت ولی معصوم بخواد بعد این آزمونا رو بگو پس بده. منتها چون امام زمان بیا پیروزیش حتمیه، یعنی دیگه شکست نداره. خب چیکار کنیم؟ یعنی آزمون نگیریم از اینا؟ یه راهکار بدید. احسن، اول آزمون بگیره بعد بفرسته. آزمون اول چی بود؟ عذاب نگیره؟ تخمین نگیره. آزمون بعدی چی بود؟ 8 سال نگیره. آزمون بعدی آزمون حکمیت فکر کنم توش بود. کتاب مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواح ناطورا ای سید ما، ای مولای ما اون چه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من تحت دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام. خدا خواهم کرد اینها هم نثار شما باشد. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. از این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود، با
پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.